اظهار نظر دو مقام دولتی درباره قاچاق خاک ایران به کشورهای عربی تاییدی بود بر جنجالی که در ماه‌های گذشته در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده. جزئیات بیشتر در گزارش افشار سیگارچی. پنجاه تن تریلی هر کدام 30 تن بارگیری میشه. بلوش تونی 35 دلار و سیمانو 55 دلار تا 60 دلار فکر کنم میفروشه. انتشار این ویدیو در ماه‌های گذشته واکنش‌های بسیاری را در فضای مجازی در پی داشت تا آنکه با واکنش رسمی مقامات ایران روبرو شد. نباید بذاریم نابود بشه. خاک باید حفظ شه، این بزرگترین سرمایه است. سرمایه عظیم و بزرگی است. شما برید تو این کشورهای جنوبی خلیج فارس و شما می‌بینید خاک چقدر ارزش داره. و اونا چجور با لنج خاک ایران رو میبرن اونجا برای کشاورزی یا برای سایر مقاصدی که دارن. این سخنان در حالی بیان میشود که روز یک شنبه معصوم ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران قاچاق خاک ایران به ویژه از جزیره هرمز به برخی کشورهای حوزه خلیج فارس را تایید کرد و در این باره هشدار داد. فروش خاک جزایر جنوبی من به کشورهای حاشیه خلیج فارس را مدیده ای بیگانه. او مای گاد، یعنی کسی جلوی آن را نمیگیرد؟ و بابا کجای کاری، تو روز روشن دارن لدل لدل خاک مملکت را میبرن. کارشناسان میگویند مسئله قاچاق خاک پدیده تازه نیست و سالها پیش چنین چیزی در جریان بوده. البته امروز به لطف وجود شبکه‌های مجازی و سهولت در انتشار و گردش اخبار جدی‌تر گرفته شده و مقامات تحت فشار قرار گرفته تا نسبت به چنین وقایعی موضع خود را مشخص کنند. ایران خود به تنهایی با مشکلات زیست محیطی بسیاری روبروست. اما قاچاق خاک ایران در کنار این مشکلات چه تأثیراتی بر شرایط اقلیمی کشور خواهد گذاشت؟ صادرات خاک سرخ جزیره هرمز این از خیلی وقت پیش وجود داشت. برای یک امر تاریخی اون خاک کاربرد شیمیایی داره که توی صنایع غذایی و بهداشتی مثلا به عنوان یه ماده غذایی توسط خود مردم محلی مصرف میشه. در سالیان اخیر هم خب خیلی مطرح شده که بعضا در مناطق دیگری خاک صادر میکنن، مثلا برای اون جایی که امارات داره جزایر مصنوعی ساخته برای خلیج فارس. به طور کلی اگر از من پرسیده بشه آیا برای بحث خاک در ایران این مسئله مهمیه، قطعا میتونه عوارض داشته باشه، قطعا باید بررسی بشه، قطعا ما باید بدونیم طبق کدوم ارزیابی زیست محیطی انجام داره میشه، غیر قابل اغماز است اینا. اما با توجه به مسئله بسیار بسیار بزرگتری تحت عنوان فرسایش خاک، اینکه ما سالانه 2 میلیارد تن خاک در ایران داره فرسوده میشه، این مقداری که داره صادر میشه بسیار عدد ناچیزی است در مقابل اون 2 میلیارد تن. کارشناسان معتقدند خاک ارزش زیادی دارد و برای تشکیل مجدد 1 سانتی‌متر از آن در ایران چند صد سال زمان نیاز است. افشار سیگارچی، صدای آمریکا.